آقا تو ایران حداقل حقوق کارگران چقدر باید باشه؟ توی نظام ولایت ظاهراً یک شورای هست به اسم شورای عالی کار که باید طبق قانون اساسی همین نظام هر سال حداقل مزد کارگران رو تعیین کنه. حالا بر اساس چه معیاری؟ بر اساس میزان تورم موجود. یعنی باید برآورد کنه که الان قیمت‌ها چه جوریه و با چه سرعتی داره بالا میره و بعد بر همون اساس در بیاره که حداقل حقوق کارگر چقدر باید باشه تا بتونه یک معیشت حداقل رو اداره کنه. این شورای عالی کار هم رفته برای سال جدید به اصطلاح این محاسبات رو انجام داده و درآورده که حداقل دستمزد کارگران باید تو سال 93 608900 تومان، اصلا بگو 609000 تومان در ماه باشه. دولت روحانی هم که الان تو خط کاهش یارانه هاست، وزیر کارش رو فرستاد تا اعلام کنه که کسانی که در سال جاری کار میکنند با توجه به حداقل حقوق طراحی شده و مزایای جانبی و یارانه در ماه حداقل 900000 تومان دریافت خواهند کرد که میتوانند به راحتی زندگی کنند. حالا بذارید ببینیم که این زندگی راحت شامل چه چیزهایی میشه و چقدر خرج برمیداره. بر اساس تحقیقات یک ارگان حکومتی به نام کمیته مزد کارگران استان تهران، در بهمن ماه سال گذشته هزینه یک خانوار 4 نفره با قیمت‌های موجود 1,760,000 تومان در ماه میشه. یعنی تقریباً دو برابر اون حداقل حقوقی که وزیر کار اعلام کرده بود. سوال بعدی اینه که این کمیته هزینه کل یک خانوار رو چطور محاسبه کرده؟ خیلی ساده، هر کدوم از نیازهای یک خانواده توی یک ماه رو حساب کرده و بعد با هم جمع زده. یعنی اینجوری، طبق برآورد این کمیته هزینه خوراک هر خانوار 4 نفره در ماه در خوشبینانه ترین حالت میشه 829000 تومان. این یعنی روزی 27600 تومان که به هر نفر 6900 تومان میرسه و اگر 3 وعده در روز غذا بخوره برای هر وعده غذا هر نفر 2300 تومان در دستش داره، یعنی کمتر از نصف قیمت یک دیزی آبگوشت. هزینه مسکن در تهران به صورت میانگین 400000 تومانه که این پول هزینه اجاره ماهانه یک واحد کوچک آپارتمانی در ارزونترین مناطقه. نیاز یک خانوار 4 نفره برای تهیه پوشاک هم 87000 تومان محاسبه شده که برای هر فرد میشه 21750 تومان در ماه. 120000 تومان هم ماهانه برای هزینه بهداشت و درمان کل خانواده حساب کردن. این در حالیه که قیمت درمان و داروی سرماخوردگی یک نفر گاه تا 150000 تومان خرج برمی‌داره. بعد اگر این خانواده 4 نفره خودروی شخصی نداشته باشه و برای رفت و آمد فقط از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنه، 160000 تومان هم سهم حمل و نقل و ترددات در داخل شهر میشه. برای ارتباطات، یعنی هزینه ماهانه تلفن و اینترنت و تلفن موبایل و این چیزها، هم باید حداکثر 48000 تومان خرج کنن. مخارج تحصیل دو فرزند این خانواده رو هم ماهانه 109000 تومان محاسبه کردن. برای سایر خدمات و کالاهای دیگه مثل لوازم خانگی، اهم از اتو و یخچال و تأسیسات و تعمیرات خانه، هم ماهانه 94000 تومان حساب کردن. تازه این هزینه های حداقل رو برای خانواده‌ای در نظر گرفتن که هیچ پولی برای تفریح و امور فرهنگی خرج نکنه، یعنی نه گردشی، نه مسافرتی، نه هیچ وسیله سرگرمی، و ضمناً هزینه مصرف آب و برق هم توش حساب نشده. خب حالا همه این هزینه ها رو که با هم جمع بزنیم میرسیم به 1,763,000 تومان در ماه که مساویست با همون خط فقر، که تازه این محاسبه رو با قیمت‌های آخر سال 92 و قبل از جهش گرانی‌ها در سال 93 حساب کردن. این یعنی اگر کارگر امروز همون حقوق حداقل و همه مزایا و یارانش رو هم طبق گفته وزیر کار روحانی دریافت کنه، هنوز 863000 تومان کم داره تا بتونه یک زندگی با حداقل استانداردها رو برای خانوادهش تامین کنه. سوالی که باقی میمونه اینه که این وزیر کار که برای کارگرها نسخه میپیچه که با 900000 تومان باید زندگی راحتی داشته باشن، خودش چقدر حقوق میگیره؟